آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آثار مخرب تحریم ها در زمستان 1398 به ونزوئلا رفت. خانم دوهان در آن دیدار نتیجه گرفت که تحریم علیه صنایع نفتی و بانکهای ونزوئلا زندگی تمام مردم ونزوئلا به خصوص اخشار فقیر را تحت فشار قرار داده. البته خانم دوهان از سوی مدیریت در توضیح کمک های انسان دوستانه هم ابراز نگرانی کرد. پیش از آن در پاییز همان سال در سفری به قطر تحریم های یک جانبه علیه این کشور را غیرقانونی خواند و خواستار عقب نشینی عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از تحریم قطر شد. هرچند اشاره به تأثیر این تحریم ها بر زندگی مردم نکرد. اما در مورد تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران موضوع میتواند کمی پیچیده باشد. اقتصاد رو اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن نگن تا تحریم از همینه نه با وجود تحریم آمریکایی هم می شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد خوشبختانه سیاست های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته بارها مقام های سیاسی در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که تحریم های آمریکا تأثیری نداشته و سیاست فشار حداکثری با شکست روبرو شده. حتی در مواردی تحریم ها را باعث خودکفایی و پیشرفت صنایع و علوم معرفی کردند. اما این روزها تورم شدید مواد غذایی، اجاره خانه و بیشتر احتیاجات اولیه زندگی به قدری زیاد شده که به گفته بسیج دانشجویی جامعه دیگر آمادگی پذیرش این افزایش قیمت‌ها را ندارد. مسلما تاثیر تحریم های یک آمریکا بر اقتصاد ایران را نمی نادیده گرفت موضوعی که با نظرات مقام های جمهوری اسلامی در تناقض است ما قاره... اقتصاد مقاومتی رو انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان و مردم رو هم گره نمیزنیم به این مذاکرات دعوت و اجازه ورود خانم دوهان به ایران برای بررسی نتیجه تحریما بر حقوق شهروندی ایرانیان به نظر 11 سازمان حقوق بشری ابزاری است برای دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران این سازمان های حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند جمهوری اسلامی 17 سال اجازه سفر به گزارشگران حقوق بشر این سازمان به ایران را نداده و حالا با اجازه دادن به گزارشگر امور مربوط به تحریم ها قصد دارد تقصیر کمبودهای حقوق بشری را بر گردن تحریم ها بیاندازد و از آن برای فرار از سابقه عدم همکاریش با دیگر گزارشگران بهره بگیرد جاوید رحمان گزارشگر ویژه و فعلی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که جمهوری اسلامی تا کنون به او اجازه ورود به کشور را نداده. او یکی از پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر است که از مهمای 1363 برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مأموریت داشتند. ولی از میان آنها فقط به رینالدو پول اجازه ورود به ایران داده شد. آقای رحمان در یکی از گزارش های اخیرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تاثیر منفی تحریم ها در مبارزه با همهگیری کرونا در ایران اشاره کرده بود. موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران مانع اصلی خرید واکسن معرفی کرد و بلافاصله ناصر ریاهی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران آن را رد کرد. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. البته پیشتر هم آیت الله خامنه ای صریحا خرید واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده و بارها از توانایی ایران در تولید واکسن داخلی صحبت کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود از بازداشت ها و اعدام های متعدد در ایران انتقاد کرد. از جمله بازداشت و اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی در آبان ماه 1398 موضوع اعدام های متعدد همزمان با سفر خانم دوهان به ایران با اعلام ناگهانی زمان اعدام احمد رضا جلالی پژوهشگری که متهم به جاسوسی شده ادامه دارد در همین روزها هم بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران این گمان را تقویت می کند که این دو مورد اخیر واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری یکی از متهمان دست داشتن در کشتارهای 1367 است دادگاهی که به مدت هفت ماه در سوئد برگزار شد و دادستانها خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شدند شهریار سیامی رادیو فردا